سلام. چارلی واسه چی نگرفتی؟ نداشت چیکار کنم؟ همینو بری سوی ظرف کوچکتر استفاده کن. آخه الانم وقت خریده. تقلبی نباشه، مارک مارک نداره. بیا. چرا اینجوری نقدش کمه؟ اومدم آقا جون. بله آقا جون. بار آخرت باشه. آقا جون من از کجا میدونستم ما یه ظرفشویی تموم شده آخه؟ برو میز سه سفارش داره. برو. میبینی؟ یه امروزی خودم نرفتم خرید. اون وقت توقع داره اختیاراتشم بیشتر کنم. تو چته؟ هیچی. یکم. میخوای بگم قضا برات بیارم؟ نه نه. سوپ میخوری؟ باشه. دو تا سوپ. مهمون من به غذای بیرون خیلی حساسه. مطمئنم که مشتری دائمی ما میشی. میبخشید. بفرمی. اینا تو آشغالی پیدا کردم. البته تمیزش میکنم و با وایتکس تفونیش میکنم. میخوام توش مایع ظرفشویی بریزم ظرفا رو بشورم. امید دو تا سوپ جو واسه میز سه. چی؟ دو تا میز جو واسه سوپ سه. دو تا سوپ جو واسه میز سه. بله من کارم رو. دو تا سوپ جو. دو تا سوپ جو واسه میز سه. درست گفتم؟ بله. رستوران ما سوپاش خیلی معروفه. میل بفرمایید. مطمئنم که خوشتون میاد. ببینیم و تعریف کنیم. بله بله بفرمایید. سلام. سلام. به به. شما هم که اینجایی نه محمدی؟ آره ایزم. بار سفر بستی؟ خانم میرن مسافرت. نه بابا، یه سفر تحقیقاتی برای دانشگاه است. به سلامتی. آقا جون با من کاری ندارین؟ نه بابا، ولی مواظب خودت باشا. اونجا سرده. چشم. لباس گرم برداشتم. خدافظ. 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 به سلامت. سوی جان من دیگه دارم میرم. با من کاری نداری؟ نه موضوع خودت باش. اینجور که نمیشه. تو گرسنه منم گرسنه. با هم میشینیم غذا میخوریم. سرخون ببخشید. مراقب خودتون باشین. مراقب جاده ها و اتوبوس هم باشین. خدافز. خدافز. سرخون. بله. یه دقیقه باتون کار دارم. گرد. خودم میبرم بیمارستان. دارم میمیرم. بدجوری گرفته. ای
برو بشین تا بگم برات غذا بیارم. سهیل ببخشید مشکلی پیش اومده؟ تا مشکلی پیش نیومده بهتره ما بریم. چرا اینجا نشستی؟ تمام تنم داره میلرز، تمام تنم داره میلرز. شکمت خالیه؟ حالم بده، دیگه یه دقیقه هم نمیتونم اینجا بمونم. رحیم تو چرا یه دفعه اینجوری شدی؟ دیگه ممکن منو نبینی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ مواظب با خودت باش. از یون میگی؟ یه چیزی بخور بعد هر جا دلت خواست بخور. چرا نمیفهمی رضا؟ اگه بمونم ممکنه برات درد سر بشه. رحیم چه درد سری؟ آقا اتفاقی افتاده؟ هنوز نه، اما اگه معطلش کنم میافته. اجازه بدید من تلفن زنم. ماشین هست. آقا محترم من مدیر رستوران هستم، باید بفهمم اینجا چه اتفاقی بیفته. اون ما که با چشم و گوشو باز میکنی کجا بودی؟ من که از چیزی خبر ندارم. گفتم سر جاتون وایسی. بگر سرما آقا از شما کی هستید؟ نیرو انتظامی سرما سموزان قشن بگر. اجازه بدیم من برم، من کار دارم، بچه ها مدرسه منتظرم هم. شما خبر ندارین آخه شما با این آقایون ارتباط دارین؟ نه قربان، برای اولین بار اومدم رستورانشون غذا بخورم. آخه بذارین من برم. ساکت؟ چشم هرچی شما بگین. سرباز ایشون بازرسی بدنی بشن، کارت شناسی، آدرس منزل، آدرس محل کار، اون وقت میتونم برم. خدا خیرتون بده. مرکز کمانده دو بگوشم. لطف کنید به جناب سمی بفرمایید این موضوع رو خودم خاتمه میدم. تمام. شما اگه حرف نزنید بهتره، ممکنه بر علیه خودتون چیزی بگید. ما که خطایی نکردیم. مطمئنی؟ ممکنه شما بفرمایید ما چه خطایی کردیم؟ بذار بدین میفرمایم بعدم. چند سالته؟ 23 سال. سواد داری؟ دیپلمم. خوبه، باریکلا. با سواد به همه چیز هست. بله.
اصلا من سر در نمیارم آقا. وقتی از شما سوال کردم جواب بدین لطفاً. مفهومه؟ با که ما میز رو ترک کردیم شما به طرف میز ما نزدیک شدین؟ منظورتون چیه آقا؟ من تو رستوران کار میکنم، همش دارم این ور اون ور میرم، کارمه. منظورم اینه که شما دست به بارونی دوست من زدی؟ بله. آفرین. باریکلا. اعتراف کن. اعتراف؟ خودتون بهم گفتین برم بارونی وردارم بیارم بدم بهتون. خب. خب. پس ممکنه داشتی بارونی رو برمیداشتی اونو برداشتی، آره؟ چیو؟ سعی نکن نشون بدی نمیدونی در مورد چی دارم صحبت میکنم. ببین من 10 سال کارم اینه. اگه خودت بگی خیلی برات بهتره. در غیر این صورت مجبور میشم یه جور دیگه باهات کنم. مرکز کمند رو بگوشم. من نگفتم به ایشون بفرمایید خودم این کارو تموم میکنم. حالا این چه وقت این حرف هاست؟ تمام. حرف بزن. من چی باید به شما بگم؟ قربان این چه حرفیه شما میزنید؟ ما که ما رستوران رو ترک کردیم ایشون اینجا خارج شدن؟ نه. بس همینجا مخفیش کردی؟ مخفیش کردم؟ آخه این چه حرفی میزنید قربان؟ خودش بهتر میدونه. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. یه نصیحتی بهت میکنم. اگه خودت بگی قول بهت میدم که توی مجازات تخفیف قائل بشن. وگرنه خودمون پیداش میکنیم اون وقت برات خیلی گرون تمام میشه. گفته باشم بهت. یعنی شما داری میگی من وقتی رفتم پالتو رو بردارم بیارم دست کردم تو جیبش دیگه. سر عقل اومدی؟ باریکلا. بگو. بگو. حرف بزن. حرف بزن. ببخشید قربان. آخه این چه حرفی است که شما میزنید؟ ما محرم مشتریامون هستیم. شما شاید. ببینم. مگه شما از کل ذهنیت همکاراتون آگاهی دارید؟ بله. ایشون پسر من هستن. پس این تو. سلام قربان. سلام. چی شده؟ باز شلوغش کردی؟ جام سر من خودم رو مقصر میدونم. اجازه بدین که این موضوع رو خودم پیگیری کنم. موضوع چیه جانم؟ وقتی با عصبانیت عجله مورد رو پیگیری میکنید همینه دیگه. سروان این اتفاق پیش بینی نشده بوده. شما باید با دقت بیشتری بررسی کنید. شاید اشتباه از طرف خودتون بوده. شاید هم اختری موقع اومدن به رستوران اون جای دیگه گذاشته باشه. نه خیلی قربان. من پشت همون میز تو همین رستوران دست اختری دیدمش. ببخشید جناب سرهنگ. بنده دارم سکته میکنم. لااقل جناب علی بفرماید اینجا چه خبره. پس تو در مورد چی داری تحقیق میکنی؟ در همون مورد. ولابد به بندگون خودم هیچی نگفتی. جناب سرهنگ اینجا درست مثل اسمش یه رستوران خانوادگیه. یعنی همه با هم یه نسبتی دارن. ایشون مظنون اصلی این پرونده پسر ایشونه. ایشون هم که مظنون کدومه؟ پرونده کدومه؟ شما صحبت نکنید بهتره. به نفع خودتون. چرا صحبت نکنم؟ من پدرشم. آقا جون ماجرا اصلا چیه؟ من گیج شدم. خودت حرف میزنی یا که چه حرفی باید بزنم؟ چی باید بگم؟ تو نمیدونی. جام سر میبینید؟ همه چیو دارن انکار میکنن. زاهد. بله. بیا باید کار دارم. شما حق ندارید بدون اینکه مردم رو در جریان بذارید به اونا اتهام بزنید. زاهد. من به خاطر اینکه با روی تو آشنا بودم امروز جلسه با سردار رو نیمه کاره ول کردم اومدم اینجا. ما باید اول طرح موضوع کنیم. جناب سرهنگ اینا دارن نقش بازی میکنن. خودشون میدونن موضوع چه قراره. تو از کجا میدونی؟ علم غیب داری؟ جسارت جناب سرهنگ بعد از این همه خدمت دیگه فرق مظنون و مجرم و قربانی رو نمیفهمم جناب سرهنگ. حالا اینا مظنونن یا متهمن؟ تو این مرحله؟ مظنونن. خیلی خوب. خدا پدرتو بیامرزه. مظنون که متهم نیست. تازه بهشون هم تفهیم اتهام نشده. شما با توجه به اینکه نسبت به این پرونده حساس هستید با عصبانیت و تعجیل اومدید عمل کردید. درسته؟ بله.
حالا اختری چطوره؟ خودم نتونستم باش برم. بچه ها فرستادم که ببرنش بیمارستان. خدا شفاش بده. ببین، ما نباید با احساسی برخورد کردن چهره خودمون رو خدشه‌دار کنیم. درسته؟ بله. خیلی خوب. حالا برو تمام مشتری‌ها رو تفتیش کن. اگه موردی نبود آزادشون کن برن. چشم. شما. نخیر، شما. با من بیا. شما بفهمید توش میزتون. بفهمید خوش میکنم. بفهمید. سرکار. بله قربان. مشتری ها تبتیش کن. ببین اگه موردی ندارن ایزه بدیم برن. چشم. دست نگه دارم. موازه به حرف زدنت باش. خب؟ الو؟ الو احمدی توی؟ الو؟ الو؟ چی شد؟ قطع کرد. کی بود؟ راستش ما اولش فکر کردیم به خاطر غذایی که خوردن مسموم شدن یا غذا بهشون نساخته. شما بارونی رو راحت برداشتی؟ بله. وزنش غیر معقول نبود؟ نه، مثل بقیه بارونی ها. پس چیزی تو جیبش نبوده؟ چون اگه بود وزنش یک کم سنگین تر می شود. نه معمولی بود. یعنی حقیقتش تا قبل از این که به من بگن بارونی رو بردار، من اصلا فکر نمی کردم که بارونی جناب سروان اونجا باشه. شما هیچ چیز مشکوکی اونجا مشاهده نکردی؟ نه، رستوران خیلی خلوت بود. هول نشو، خوب فکر کن بعد جواب بده. سلام رضا، خسته نباشی. سلام خواهر، خسته نیستیم. چیزی شده؟ چرا رستوران خلوته؟ مشتری ها کوشن؟ شما بفرمایید بالا. یعنی چی این چه طرز حرف زدنه؟ سحر رفت؟ بله. خب سهیل رو صداش کن بیاد، بهش بگم این گلا رو بعد چجوری بچینه تو گلدون. تمام شهر رو زیر پا گذاشتم واسه اینا. از صبح کله سحر بلند شدی رفتی دنبال دو تا شاخه گل، حالا اومدی صبح کله سحر؟ مثل که ساعت 9 بود من رفتم. و تازه شما میخواین کلاس رستورانتون بره بالا؟ خب معلومه من بعد دوندگیشو بکنم. خیلی خوب، حالا بفرما بالا. یعنی چه؟ من نباید بفهمم اینجا چه خبره؟ فعلا ندونید بهتره، اگه لازم باشه سراغ شما هم خواهیم اومد. علیک سلام. من تا نفهمم اینجا چه خبره از اینجا جم نمیخورم. باشه، هر جور راحتی. چقدر لجبازی. یه سو تفاهم پیش اومده، حل میشه. برو بالا. خب این از اولی گفتی. نه این میبرم. الو، من که نمیتونم تو این وضعیت حساس به فکر شما هم باشم. چی؟ سوخ؟ مگه نگفتم مراقبش باشین؟ اون هیچ وقتی که مثل اولش نمیشه. نه خیر، بیگودار باب نزن. بچه ها رو بفرست. بچه ها رو بفرست برم پیش طوفان بگن دیشب سوخته. همین که گفتم، همین یه جمله رو بگو. دیگه هم با من تماس نگیرید. تمام. اینم که همش اشغاله. الو؟ 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 کی بود؟ احمدی بود، قطع شد. احمدی.
پس تو دیدی که آقای احمدی رفت نشست پشت میز؟ بله. ولی جناب سرهنگ، آقای احمدی از دوستان چندین و چند ساله آقا جونن، با هم همکار بودن. همکار؟ کارش چی بوده؟ امور مالی، بازنشسته اقتصاد و دارایی هن. رفتارش عجیب نبود؟ نه، فقط یه کمی گرفته بودن، مثل همیشه نبودن. از همون اولی که اومد توی رستوران رفتارش عجیب بود؟ نه. نه چی؟ رفتارش عجیب بود یا که نبود؟ ببینید، وقتی که کنار آقا جون بودن معمولی بودن، ولی بعدش ببین جوون، به نفع شما نیست چیزی را از ما پنهون کنی. آقای احمدی یه پالتو تنشون بود که وقتی داشتن میرفتن خودشونو کاملا تو اون پالتو جمع کرده بودن. فکر کنم حالشون خوب نبود. سابقه داشتن؟ بله. همون دوستتون که نارتی کلیه دارن؟ بله. خب باید زودتر به فکر می افتادن. بله. من که نمیتونم این پرونده رو بل کنم. حساسه. بله، از اون حساس داره. خودت نه. گفتم بچه ها رو بفرست برم چی طوفان. اونا میتونن وادارش کنن که کارو تموم کنن. به من میگین تو چه خبری؟ بله. بعدن برات همه چیزو تمام. چرا بعدن؟ الان بس. سلام علیکم. سلام خانم. ایشون همشیره بنده هستن. بله. میشه به منم بگین اینجا چه خبره؟ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. شما خودتون ناراحت نکنید. آخه دارم ببخشید، یعنی ناراحتم. اگه میشه من دارم میمیرم از دلشوره. به منم بگین چه خبره؟ هنوز برای خودمام روشن نیست. به موقع همه چیزو خواهید فهمید. باشه. سروان؟ بله. بیایید دقیقی. آقا شما با من بیایید. چشم. تون بکنید برس. بفرمید. البته به طور قطع نمیشه گفت کار ایشونه. شما باید با ما همکاری کنید. ایشون سابقه داره؟ نه. چقدر میشناسیش؟ ما 30 سال با هم توی یه اتاق بودیم. 30 سال چیک و پیک هم دیگر رو میدونیم. من مجبورم بیشتر تحقیق کنم. ببینید، یه اسلحه تو رستوران شما مفقود شده. امکان نداره. اگه قرار باشه مسیر قانونیش رو طی کنیم، اول شما بازداشت میشی، بعد مجبوریم همه جا رو بررسی کنیم. ولی از اونجایی که من مطمئنم شما در این مورد دست ندارید، دوست دارم قبل از اینکه پرونده به اداره آگاهی ارجاع بشه، خودمون یک جوری حلش کنیم، به سرانجامش برسونیم. پس لطفاً با من همکاری کنید، هر چی میدونید با جزئیات. اون همیشه به من سر میزنه. امروزم اومد، اما واقعیتش از اولی که اومد مثل همیشه نبود. خیلی گرفته بود، انگار که یه چیزی رو گم کرده باشه. بعدم که سحر اومد خدافظ. سحر؟ دخترمه، میخواست بره یه سفر علمی از طرف دانشگاه. سحر رو صدا کرد، رفت با سحر صحبت کرد. چی گفت؟ تو راه رو بودن، نفهمیدم.
میتونی حرف بزنی؟ ببخش جناب سرهنگ. من سرهنگ نیستم قربان. نمیتونم حرف بزنم. من چرا آخه من آقای احمدی رو خیلی دوست دارم. اگه اسلحه رو برداشته باشه بازم دوستش داری؟ نه 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 یعنی آقای احمدی اسلحه بر نمیداره. از کجا میدونی؟ آخه آقای احمدی خیلی انسان بزرگوار و مهربون و شرافتمندی هن. ایشون اصلا خطرناک نیستن. خب شاید وسوسه شده باشه. نمیشه. چی نمیشه؟ آقای احمدی وسوسه نمیشه، خیلی بزرگواره. چرا تفره میدی؟ از اومدن رفتن آقای احمدی به هم بگو، از صبح تا هر چی دیدی بگو، حتی بی اهمیتترینشو. خب من هر روز ساعت 6 رو بلند میشم، سوار اتوبوس میشم، ساعت 7 و نیم کلید دارم، میام اینجا تو آشپزخونه. من فقط 20 دقیقه فرصت دارم که همه شیشه ها رو بشورم اونجا ته بکشم. بعد آب جوش بذارم که بعدش سیب زمینی و تخم مرغ رو اون اضافه کنم. به قدری اینا مقدار کالریشون زیاده که باید خیلی دیرتر به آب جوش اضافهشون بکنیم. بعدش شوید و باقالی رو من بالاخره دیدیش یا نه؟ کیو؟ آه من رفت. من با عجله رفت. چطوری رفت؟ چه جوری رفت؟ ببخشید. بشین سر جات. ببخشید من حالم خوب نیست، منو عفو کنید. گفتم که با عجله رفت. خوری کن بس. دیدی که با عجله رفت؟ نه. چیزی هم دستش بود؟ تو دستش هیچ. موقعی داشت میرفت مثل تو میلرزی؟ نه آقای احمدی اینقدر مهربونن که هیچ وقت نمیلرزن. باریکلا. پس گفت یه دقیقه هم نمیتونه اینجا بمونه. تمام تنم داره میلرز، تمام تنم داره میلرز. شکمت خالیه؟ حالم بده، دیگه یه دقیقه هم نمیتونم اینجا بمونم. علتشو نپرسیدی؟ نه، فکر میکردم مثل بیشتر وقتا که به تنهاییش فکر میکنه حالش گرفته است، حوصله نداره. اما اون چی؟ چی گفت؟ اون چیزی گفت به من که منو ناراحت کرد. اون گفت ممکنه من اونو نبینم. حالا که یادم میاد موندم حیرون که چرا این حرفو به من زد. فکر نمی کنید میخواستی چیزی رو از شما پنهون کنه؟ چرا؟ چرا با من باید این رفتار رو داشته باشه؟ ما سال هاست که با هم روک و راست، یک دل و یک رنگیم. پس اون حرفایی به شما میزد که به نظر میومد تصمیم داره مدتی از شما دور باشه. شاید نمیخواست شما رو درگیر ماجرا کنه. جناب سرهنگ، اون چرا باید اسلحه را برداره؟ اون افسردگی نداشت؟ نه. اون میخواست یه چیزی رو از شما پنهون کنه. ببخشید جناب، شما با این همه هوش و ذکاوت و بزرگواریتون وقتی اون آقا رو دیدید موقع نفهمیدید؟ من اون وقت حواسم فقط به سروان اختری بود. ایشون هم سن و سال آقای درخشان، هم قد و قواره و اینو ببخشید. بعد یکم محاسن دارم. ببینم آقای درخشان میخواستن نذارن ایشون بیرون بره، درسته؟ پس همون اولم رفتارشون برام مشکوک بود. آقای احمدی. این همونی نبود که دوبار زنگ زد و صحبت نکرد؟ جسارته. فکر میکنم. جام سنگ.
تو مدتی که ما اینجا بودیم مزون دو بار تماس تلفنی داشتیم. بر دوبارش هم صحبت نکرده. به گفته آقای درخشان. ممکنه میخواسته از وضعیت اینجا اطلاعاتی کسب کنه. یه تلفن بهش بزنید. این آقای احمدی از اولش هم آدم راحتی نبود. شما درباره اون چی میدونید؟ هیچی جناب سرهنگ. خواهر من همینجوری حرف میزنه. ایوا چرا همینجوری؟ چه چیزا؟ ببینید هر چی ازش میدونید لطفا به ما بگید. بله ببینید من اصلا البته خوب من واقعا نمیدونم چه جور آدمی این آقای. الو سلام مدنی جان، منم درخشان. حالت خوبه؟ آره من خوبم. میگم احمدی اونجاست؟ از کی؟ نه نه زور پیش من بود. آها که اینطور. باشه باشه خیلی ممنون. کار؟ نه 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 میخواستم حالشو بپرسم. ای بابا چطور مگه؟ نه چیزی به من نگفت. نه دیگه. باشه باشه خداحافظ. چیزی گفت؟ گفت دیشب تا صبح نخوابیده، عین مار به خودش پیچیده. هیچی به من نگفت. چرا از من مخفی کرده؟ تو این مدت هیچ تماسی به خونش نداشته؟ میگفت از صبح که از خونه بیرون اومده نه تماس گرفته نه برگشته. سروان زاهد ممکنه مظنون بخواد برای خودش دردسر درست کنه. به پاسگاه تماس بگیرید، به تمام واحدا مشخصاتش رو ابلاغ کنید. آقای درخشان مظنون کجا ممکنه رفته باشه؟ جناب سرهنگ جایی نداره، یا خونه است یا پارک. شما با من بیایید. سرمان زاهد بله. اینجا باید روال عادی خودشو داشته باشه. اون آقای سهیل و همکارشون هم که به کارشون ادامه میدن. خانم هم به تلفن ها جواب میدن. اون حتما تماس میگیره. خانم به مظنون ببخشید. آقای احمدی بفرمایید که آقای درخشان حالشون بد شده، در منزل دارن استراحت میکنن. باید ایشون رو هر جوریه بکشونید اینجا. متوجه شدید خانم؟ بله بله چشم. ببخشید آقای سرهنگ، برادر منو کجا میبرین؟ جایی نمیبریم ایشون، ایشون ما رو میبرن. میریم همون پارکی که مظنون ببخشید آقای احمدی پاتوق دارن رو نشونمون بدن. پارک سر کوچه. شما با ما بیایید. مرکز کمند دو. مرکز کمند دو. کمند دو مرکز بگوشم. مشخصات مظنون رو میدم. جناب سرهنگ فرمودم. لطف کنید به تمام واحدا ابلاغ کنید برای جستجو و دستگیری اقدام کنند. مظنون میانسال، قد حدود 170 سانتی متر، مو و ریش جوگندمی، بارونی یشمی، مسلح. کمند دو گرفتم. تمام. پس این همه جار و جنجال به خاطر گرفتن احمدیه؟ مسلح؟ اسلحه مال همکار جناب سروان بوده. ببخشید عمه خانم زبونم لال، نکنه آقای احمدی بلایی سر خودشون بیارن. نکنه فکر و خیال برش داشته. ببینم کسی بهش چیزی گفت؟ با بابات حرفش شد؟ نه ولی مثل هر روزم نبودن، روحیهشون خوب نبود، همچی گرفته بودن. آخه احمدی چطوری ممکنه اسلحه برداشته باشه؟ منم باورم نمیشه. ببخشید چیزی تو دستتون پیدا میشه؟ امروز نفهمیدیم چی خوردین. چی میل دارین عدسای براتون درست میکنم.
فرق نمیکنه، فقط یه غذای سبک باشه. براتون شامی درست میکنم با سس کره. منم آخه از صبح نبودم، بعد هیچی نخوردم. اگه تو بساطت چیزی پیدا میشه و قابل خوردنه بده منم بخورم. بروش چش، براتون الان اشپل دبجه درست میکنم با سس پرتقال. عمه درخشان، اوه باز ما یه چیزی گفتیم ما، زود باش دیگه. ممنون. شما چیزی میل ندارین؟ کباب ترش؟ آخه از صبح تالا که هیچی بابا نخ... وقتی اما احمد اینجوری گرفتاره چیزی نمیشه خورد که. من باورم نمیشه آخه احمدی اسلحه برداشته باشه. من خیلی نگرانم امید، اصلا هیچی از گلوم پایین نمیره. من یخت گشنم هست ولی خب منم به خاطر شما هیچی نمیخورم. حالا که پس اینطوره، منم گرسنمه ولی خب هیچی نمیخورم، از گلوم پایین میره ولی خب نمیخورم. الو، بله بفرمایید. آقای رضا درخشان، شما؟ الو، الو، قطع کرد. حتما احمدی بوده. نه خیر، من صدای آقای احمدی رو خوب میشناسم. اگه احمدی نبود برای چی قطع کرد؟ من چه میدونم، شما پلیسی. اگه من پلیسم به شما شک میکنم خانم. شما میخواستیم بهش کمک کنیم. من؟ بله، شما قرار شد فقط بگین که آقای درخشان حالشون خوب نیست، رفتن منزل استراحت کنن، همین. خب میخواستم بگم ولی به شرطی که آقای احمدی باشه، این که آقای احمدی نبود. کارها خراب کردین خانم. ببینید اگه میخواییم بهش کمک کنید فقط باید یه کاری کنید، بیاد اینجا. بله، مگه نگفتم با من تماس نگیری؟ من خودم تماس میگیرم. تمام. بله. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ بله بله، رستوران خانوادگیه. آی درخشان؟ بله هستن، یه مقدار حالشون خوب نیست، دارن استراحت میکنن. تشریف بیارینی؟ بله، ما در خدمت هستیم. خواهش میکنم. آدرسو که دارین؟ خواهش میکنم. پس من منتظرتونم. آی درخشانم منتظرتونم. خواهش میکنم. خداحافظ. ببخشید کی بود؟ خودش بود، آقای احمدی. داریم میاد اینجا. ولی اون صدای هممونو میشناسه نه؟ ها؟ کی؟ آقای احمدی. مظنون الان تو حالت عادی نیست که بتونه به این چیزا فکر کنه. ترس، نگرانی، التهاب، شتاب زدگی، همه اینا باعث میشه که نتونه تشخیص درست بده. دیدی؟ ببخشید نسوزین. مرکز کمند دو، مرکز کمند دو، مرکز کمند دو، مرکز. مظنون داره با پای خودش میاد اینجا. به بچه‌ها بگین که این مورد رو فراموش کنن. در ضمن به جام سنگم بفرمایید که هر چی زودتر خودشون رو برسونن. تمام. گرفتم گرفتم کمند دو. تمام. من که نگفتم یه گردان رو میخوایم غذا بدیم. چیکار داری میکنی؟ بفرمایید. حاضره. عمه جون فکر کنم عمو احمدی گیر افتاد. خب اگه گناهی کرده باید حواسش هم پس بده دیگه. ببخش عمه درخشان، من یه چیزی بگم. بله. احساسم اینه ها، قلبم. من نگفتم مامان تماس نگیری. لطفا خودتون قضیه رو پیگیری کنید دیگه. منو در حال انجام وظیفه هم. بله، گفتم که با من تماس نگیری، من خودم با شما تماس میگیرم. ببین گوشی لطفا، گوشی، گوشی. عزیز من کی سر شما داد زدم؟ من در حال انجام وظیفه‌ام، خب مجبورم اینجوری صحبت کنم. خب یخچال سوخته فدای سرت، میدم درستش کنم. اون بنده خدا رو تخت بیمارستان کلیهش مشکل پیدا کرده. چشم، من فردا شیفت نیستم.
صبح اصلا خودم یخچال رو میگیرم کولم میبرم میدم درستش کنم. خوبه؟ حرفی هست؟ چی؟ نه 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 چیزی نیست. چشم چشم ازه میدیم برم؟ فرمت نه. سلام خانم. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید امروز رستوران ما تعطیله، متاسفانه ما غذا نداریم. ببخشید. منم برای غذا خوردن نیومدم. اومدم با آقای درخشان کار دارم. ببخشید شما؟ از طرف آقای احمدی اومدم. احمدی؟ از طرف آقای احمدی اومدم. غذا تو تکون نخورد. نه شده زبان. اینجا چه خبره؟ شما کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ من یه پیغام برای درخشان آوردم. از طرف چه کسی؟ یه آقایی که گفت فامیلش احمدیه. پیغامش چیه؟ رضا درخشان منم. احمدی کجاست؟ چی گفته؟ ببینید آقا، او الان در وضعیت خطرناکیه، ما میخوام کمکش کنیم. خب منم برای همین اومدم به شما خبر بدم. احمدی چرا این کارو کردی؟ چرا سهل این کاری؟ آی درخشان، خب بنده خدا از کجا خبر داشت؟ اون از همه جا خبر داشت با اطمینان کامل. عجب، پس چرا میخواست به خودی ظلم بکنه؟ دیدین گفتم بالاخره این یه کاری دست خودش میده. اون کجاست؟ حرف بزنید. نگران نباشید، به خیر گذشت. چی به خیر گذشت؟ چی؟ شما داری از چی حرف میزنی؟ اون الان تو اتاق عمله، خطرم برطرف شد. آقای عزیز درست صحبت کنید. بیمارستان، اتاق عمل، از اول شهر بدین اون کجا دیدید؟ چی شده؟ روشن‌تر بگو ببینم موضوع چیه. پس شما بی اطلاعید. من فکر میکردم شما خودتون همه چیز فهمیدین. بابا جلو کیوسک تلفن یه آقای دیدم حالش به هم خورد، افتاد رو زمین. من اونو بردم بیمارستان، دکترها گفتن سنگ کلیه داره. داشتم میبردنش تو اتاق عمل، یه لحظه به هوش اومد، گفت من این خبر رو بدم با آقای درخشان تو رستوران خانوادگی. همین احمدی؟ خب بله. پس از سنگ کلیه درد میکشیده. اسلحه. اسلحه؟ اسلحه رو چی کار کردی؟ کدوم اسلحه؟ جانسان اسلحه اینجاست. دستشویی؟ بله. خب چرا قبلا متوجه نشدید؟ اختری گذاشته بودش بالای سیفون، استتار شده بود، منم اتفاقی دیدمش. چه اینطور؟ بیچاره احمدی، به من هیچی نگفت که منو ناراحت نکنه. خب پس میگم حالا میخوایم بریم بیمارستان یه سر. من به خاطر اینکه شما رو تو دردسر انداختم از شما عذرخواهی میکنم. شما به ما حق بدید. ای پیگیری مداوم نبود که الان اصلاً پیدا نمیشد. جناب سرنگ، پس همه چیز تموم شد؟ از احمدی رفع اتهام شد؟ چه اتهامی؟ این بنده های خدا به خاطر اینکه دوست شما به شما حقیقتو نمیگه تو دردسر افتادن. شما باعث شدید که من دوستم رو بهتر بشناسم و بفهمم که بعد از سالها رفاقت هنوز خیلی چیزا رو دوستا به هم نمیگن. نه، شاید شما یه جور دیگه میتونستید این موضوع رو متوجه بشید، اما حضور ما شما رو یه خورده نگران‌تر کرد. من بازم به خاطر این شرایطی که براتون به وجود اومده شما رو به هراس انداخت ازتون عذر میخوام. خواهش میکنم، شما هیچ وقت برای خودتون کاری انجام نمیدید، تمام تلاشتون برای ما مردمه. خب گاهی وقتا ممکنه تو این راه ما هم کمی مصائب شما رو تحمل کنیم، ولی خیلی نگران احمدیم. امیدوارم منو ببخشه. من خودم شخصا میرم بیمارستان و از ایشون یادت میکنم و ازشون عذرخواهی میکنم. فعلا فرمایش ندارید؟ عرضی نیست. خدافظ همگی. سروان بریم. چشم.
سلام، حالتون بهتره؟ بله بهترم. بس با اجازه. منم ازتون عذر میخوام. از همکاریتون با پلیس تشکر میکنم. یعنی من برای احمدی دوست خوبی نبودم که به من هیچی نگفت؟ شاید میخواست شما رو ناراحت نکنه. در هر حال شما بزرگواری کردید. من وظیفه‌ام رو انجام دادم. من هنوز احمدی رو نشناختم. بایزید شما. قربان محبت شما. را بیفتید بریم بیمارستان. شما ببخشید اون پالتوی منو میارین؟